سلام علیکم. با شادباش های نوروزی و تهنیت سال نو که هنوز در حال هوای آنی، میخواهم در این تکلمه کمی از نقش یا بینقشی ما ایرانیان خارج کشور در حوادث داخلی کشور بگویم. برای سهولت بیان خواستم ایرانیان خارج کشور را خوارج بنامم. دیدم خلف معنا میشود، چون خوارج در صدر اسلام یعنی 300 سال اول به ایرانیان مسلمانی گفته میشد که سر مخالفت با خلافت پیش گرفته بودند و در اصل به خاطر صلح حضرت علی با بنی امیه بعد از جنگ صفین از تبعیت اون حضرت حتی خارج شده بودند و به همین دلیل هم خوارج نامیده میشدند. پس عنوان خوارج به ما ایرانیان خارج کشور نمیچسبد. چرا؟ چون اکثرا نه تنها مخالفت آشکار و مؤثری با دارالخلافه جمهوری اسلامی نداریم یا نشان نمیدهیم که داریم، چه بسا اگر به تریج قوای کسی بر نخورد آب به آسیاب حکومت اسلامی هم ریخته ایم، دانسته یا ندانسته، خواسته یا نخواسته. مروری به گفتار و کردار ایرانیان ساکن آمریکا که بیشترین جمعیت ایرانی را در خود دارد نشان دهنده وضعیت کلی همه ایرانیان خارج کشور است. فی المثل انتظار و توقعی که از رئیس جمهور آمریکا در رابطه با ایران دارند به قول دوستی جامعه شناس حاکی از نوعی روانپریشی سیاسی است. به اگر رئیس جمهور آمریکا در ارتباط به وقایع داخل ایران سکوت کند، میگویند چرا لالمانی گرفته است. اگر چیزی بگوید، مثلا از نقض حقوق بشر در ایران حرفی بزند، میگویند این هم که فقط حرف میزند و عملی در کارش نیست. و اگر عملا دست به اقدامی زد، اعتراض میشود که به آمریکا چه که مداخله میکند به امور داخلی کشور ما. از دوست جامعه شناس میپرسم چرا؟ دلیل این روانپریشی سیاسی را در چه میبینی؟ پیش از انقلاب اسلامی از هر 10 دانشجوی ایرانی مقیم خارج 8 تا مخالف شاه و حکومت ایران بودند یا تظاهر به مخالفت می‌کردند. آن یکی دو نفری هم که بنده خدا ساکت بودند یا در تظاهرات ضد دولتی شرکت نمی‌کردند متهم می‌شدند به جاسوسی یا ساواکی بودند و زندگی برایشان تلخ و ناگوار می‌شد. اما بعد از انقلاب، در حالی که اکثریت قاطعی به دلیل مخالفت یا داشتن مشکلات سیاسی و اقتصادی با رژیم حاکم به خارج آمده اند، از هر 100 نفر شما به زحمت به 3-4 مخالف فعال برمیخوری. اکثر کسانی که به دلیل مشکلات مختلف از ایران گریزانده شده اند، به جای مخالفت با عوامل اون گریز و مهاجرت اجباری، بد و بیراه میگویند به رهبران کشوری که به آن پناه آورده اند. نمونه اش نطق آقای ترامپ است درباره جمهوری اسلامی و عکس العمل ما ایرانیان ساکن آمریکا به این سخنان. از وقوع انقلاب اسلامی تا کنون هیچ زمامداری در آمریکا با این صراحت و روشنی با حکومت جمهوری اسلامی در نیفتاده و در این درگیری حساب ملت ایران را از دولت فاسد و فاسقش جدا نکرده. نگاه کنیم. The Iranian people long to, and they just are longing to reclaim their country's proud history, its culture, its civilization, its cooperation with its neighbors. We hope that these new measures directed at the Iranian dictatorship will compel the government to reevaluate its pursuit of terror at the expense of its people. و در رابطه با خیزش خودجوش مردم هم حمایت نماینده آمریکا در سازمان ملل از مردم ایران در 40 سال گذشته همتا نداشته است. نگاه کن. I call on all of my colleagues to join me in amplifying the message of the Iranian people. And I call on the government of Iran to stop censoring the voice of the people and to restore the access to the internet. Because in the end,
the Iranian people will determine their own destiny. And let there be no doubt whatsoever, the United States stands unapologetically with those in Iran who seek freedom for themselves, prosperity for their families, and dignity for their nation. با این همه به هر خانه ایرانی در خارج کشور به دید و بازدید عید می روی، قبل از هر چیز باید مراقب باشی به هواداری از آقای ترامپ متهمت نکنند. و بعد به احتمال قوی همون حرف ها را در رابطه با سخنان ترامپ و نماینده آمریکا در سازمان ملل خواهی شنید که قبلا از آقای خامنه ای، روحانی و ظریف هم شنیده ای یا در تفسیر روزنامه کیهان چاپ تهران خوانده ای. یعنی که مداخله به امور داخلی کشور ما و بی احترامی به مردم ما. انگار نه انگار که با اون وضوح کامل حساب مردم ایران و حکومت ملاها در همه اون سخنان از هم جدا شده بودند. یعنی اینها همه رو باید پای روانپریشی سیاسی گذاشت؟ دوست جامعه شناس من گفت نه. انگیزه اقتصادی در جو کنونی ایرانی ها در خارج کشور حرف اول را می زند. باید دید میزبانی که شما به دیدارش می روید به ایران رفته آمد دارد یا ندارد. اگر دارد آیا فقط به پاس دیدار از فامیل می رود یا تعلقات دیگری هم در کار است؟ در کار بدوستان و تملک ملکی است یا سامان دادن به بهره بالای سپرده است که در یک بانک دست و دل باز داخلی به ودیعه گذاشته است؟ برای آنها که از وضع نابسامان اقتصادی کشور به مال و منالی رسیده اند، پایان کار جمهوری اسلامی برابر است با پایان سودجویی های آسان و سوء استفاده های کلان. روان پریشی سیاسی اما پیش از آن که متکی به بهره اقتصادی باشد، دوست جامعه شناس من می گفت مولود به یک ویروس موروثی است که از غفلت نسل های پیش از ما رسیده است به ما. تا فاشگوی دیگر که مدد دوست جامعه شناس بپردازم به کدهای شناخته شده روان پریشی سیاسی، شما را از گزند این گونه ویروس ها در دیدارهای نوروزی در امان می خواهم. ایام خوش و کامتان شیرین باد. سنجت باید.